با سلام خدمت دوستان عزیز، مهدی عباسی هستم، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از کدنویسی ابزارک برای وردپرس یا همون ویجت ها اصطلاحا. خب جلسه قبل گفتیم ویجتی که میخوایم، یکی از ویجت هایی که میخوایم بسازیم اینه که لیست پست ها رو به ما اصطلاحا نشون میده. خب برای این منظور من میام اینجا، اولی که واسه تمرین اینجا ما اول باید یک یاد بگیریم چجوری پست‌ها رو لیست بکنیم اونجوری که می‌خوایم، بعد تبدیلش بکنیم به ویجت. واسه این کار، واسه اینکه بتونیم تمرین بکنیم، یه برگه بسازید تو اون پوستتون، اسمش رو بذارید تست. خب ببینیم اسمش رو گذاشتم تست. منظورم اینجا به جز اسمش اون تایتل، اون اسلایدشه، ببخشید ببین اسلایدشو گذاشتم تست. چرا این کارو می‌خوام بکنم؟ میام داخل اون پوشه به تمم، خب حالا من تم پیشورز خود وردپرس 2016 استفاده میکنم، اون فایل پیج رو من کپی پیستش میکنم. قبلا یاد گرفتیم تو دوره تم سازی برای وردپرس که هر موقع میایم یک فایل پیج بسازیم، بعدش بذاریم علامت خط تیره دش رو بذاریم و بعد اسلاگ اون صفحه رو بسازه بنویسیم، اون پیج رو بنویسیم، از این بعد این فایل مخصوص نمایش اون صفحه میشه. خب من این فیما بین این وسطش رو پاک میکنم. ببینید از تمام این وایل رو من پاک کردم از این اول تا اون انتها. خب حالا خب با چه تابعی میتونیم پست رو از دیتابیس بخونیم؟ چند تا تابع هستن، یکیشون استفاده از WP query، شی WP query، یکیشون تابع get posts هست، این یکی. خب نتیجه ای که get post برمیگردونه شی برمیگردونه. از کجا بفهمیم این شی چه چیزایی داخلشه؟ اینجا توی get page، خب get pages میتونیم مثلا تابع get post و get pages تقریبا یه کار میکنن جفتشون. حالا این پیج میگیره اون پست، ولی در واقع هر دوتاشون پست میگیرن، هر دوتاشون هم از WP query استفاده میکنن. پس زمینه، پس فرقی نمیکنه از کدومه استفاده بکنید. من خودم به صورت پیشفرض معمولا از get post استفاده میکنم، چون به قول معروف یک آرایه از اشیای پست واسه من برمیادونه که کار کردن باشون خیلی راحت تره. خب واسه اینکه بدونم این حالا کار میکنه یا نه، اینجا مثلا می‌نویسم اکو مهدی تاکس. خب پیش نمایش اینو حتما پابلیشش بکنید، یعنی اصلا منتشرش بکنید. پیش نمایشش رو میزنم و ببینید کار میکنه. ببینید واسه من اینجا اینو نوشته. خب حالا میام اینجا و من اینو پاکش میکنم. اینجا می نویسم recent posts are post، می نویسم من پست های اخیر برابر است با، از تابع get post استفاده میکنم. خب پارامترش به صورت آرایه است، یک آرایه رو براش ارسال میکنم. خب آرایه اول استاتوس بهش میگم که پست هایی رو واسه من برگردون که نتیجهش به قول معروف وضعیتشون پابلش باشه، یعنی منتشر شده باشه. ما میخواییم پست هایی رو که پابلش هستن، یعنی منتشر شدن رو لیست بکنیم، نه اونایی که درفتن یا تو اصطلاحاً تو فعالیت چک نویسن یا به زباله دان رفتن پاک شدن، و اگه اینو ننویسید همه رو میاره. خب و میخوام بهش بگم که 5 تا بیشتر نمیخوام. اینجا یه پارامتر داره به اسم posts per page، یک عدد میتونیم ما بهش بدیم، 5 من بهش میدم، 5 تا بیشتر نمیخوام. خب حالا اینا رو میتونم توی یک حلقه فور اصطلاحاً ردیفشون بکنم. خیلی راحت اینجا میام یک حلقه فوری من میسازم، فور ایچ recent post از rp recent post اصطلاحاً. خب یه end for each حالا باید اینجا بدیم. and for each. خب حالا من میام اینجا چی رو اکو میکنم اصطلاحاً؟ نام هاشون رو اکو میکنم. خیلی راحت یک تو تگای لی میذارمشون. اول اینجا میام یک تگ یو ال میسازم، اون انتهایش رو پاک میکنم. خب حالا اینجا خیلی راحت یه تگ لی میتونیم بسازیم، این تگ رو من پاک میکنم. حالا داخل این تگ لی عنوان هر کدوم از این پست ها رو من نشون میدم. اکو یکم بزرگتر کنم که شما راحت تر ببینید، کمی کوچیکه. خب بازم یکم بزرگترش میکنم. خب حالا بهتر شد. خب اینجا اکو rp
ببینید اینجا با تلقه فروشمون هم هر دفعه یک پست رو میذاریم تو آر پی. خب این یک شیه، چیزایی که برمیگردونه از کجا بفهمیم چی برمیگردونه؟ تابع گت پست اینجا خودش در انتها تو این بخش ریترن والیو اینجا گفته برید تو گت پیج نگاه کنید، شبیه همینه. تو بخش گت پیج تو ریترن بهمون گفته چه چیزایی برمیگردونه. خب هر شیه پست اینا رو داره، آیدی پست رو برمیگردونه، پست آتر نویسنده رو برمیگردونه، پست تاریخ انتشار رو برمیگردونه و ببخشید خواهش من اینو نباید میزدم، حالا خودم هم دقیقا یادم نمیاد حالا چجوری پاک میشد، خودش شده میشه ماجرایی. من اینو یه لحظه ببخشید، دکمه پاک کردن این خطا، یک برنامه ایم اینجا نصب کردم، این برنامه به من اجازه میده رو صفحه خط بکشم اینجوری. اینو من یه لحظه برم اکا اصطلاحا ببخشید دکمه پاک کردنشو من ببینم. Alt Super K هست. خب ببینید این برنامه واسه من این کار میکنه، میتونم رو صفحه بکشم یه چیزی رو به شما نشون بدم، مثلا بگم دقیقا اینجا، بعدم اگه بخوام خیلی راحت بتونم پاک کنم. خب حالا دکمه یادم رفته بود الان رفتم نگاه کردم. خب مورد بعدی که میخوایم در موردش صحبت، خب پاست دیتو گفتیم، پاست GMT این یکی، پست GMT تاریخ به ساعت جهانی برمیگردونه، پست کانتنت بعدی این یکی چی رو برمیگردونه؟ محتوا رو برمیگردونه، پست تایتل منظورم این هست، عنوان رو برمیگردونه، پست اگزرب خلاصه رو برمیگردونه، پست استاتوس همون که چیزی که گفتم اصلا وضعیت پست رو برمیگردونه، پابلش زیر مجموعه، پندینگ منتظر، پرایوت خصوصی، فیوچر آینده چیزی که میخواد در آینده منتشر بشه، درافت چرک نویس و ترش هم که پاک شده، کامنت استاتوس آیا میشه پاک کامنت بشه، آیا کامنت قبول میکنه یا نه و خیلی چیزهای دیگه تا این پایین که ما کاری با اونا نداریم. من فقط کانتنت رو میخواستم، چه بخش تایتل رو میخواستم. خب اینجا میگیم اکو پست تایتل، حالا میام اینجا یک رفرشی میزنم، ببینید برام ردیف شد، 5 تا پست آخر اینجا واسم ردیف کرد. خب حالا ما میخواییم که اصطلاح میخواییم این به یک حالت بهتری ظاهر بشه، واسه این کار میام اینجا اول اینکه در این انتها یک تگ استایل هم میذاریم که استایل هم بهشون بدیم، اسم اینو میذاریم کلاس، این کلاس recent post. خب حالا این کلاس recent post رو ما اینجا میایم میگیم که list style none، میبندیمش خب که بتونیم راحت تر اینجا برنامه نویسی کنیم. خب حالا ببینید، خب حالا میخواییم که اصطلاحاً این آواتار نویسنده ها بیفته سمت راست، چجوری میتونیم آواتار نویسنده ها رو بگیریم؟ واسه این مورد خب اولی که اینا رو میدیم پایین اینجوری، اینجا میتونیم به این شکل از تابعی به اسم get avatar استفاده میکنیم، get avatar. پارامتر اول آیدی یا ایمیل نویسنده هست. خب اینجا رو نگاه کنید، اینجا ببینید خب اینجا ببینید پاست آتر، خب آیدی نویسنده رو خیلی راحت واسه ما برمیگردونه، ما هم میتونیم ازش استفاده بکنیم دیگه، پس همینجا خیلی راحت میایم پارامتر اول رو بهش میدیم rp پست آتر. پارامتر دوم سایز هست، من سایز 64 رو بهش میدم، یه حالت مربعی شکل واسه هم میسازه. میایم اینجا یک رفرشی میزنیم ببینیم چیزی نصیبمون میشه و نه، آه ببخشید اینو اکو باید بکنیم، اکو چون گت هست استرینگ برمیگردن و باید اکو بشه در خروجی. خب این هم از آواتارها. خب حالا میخواییم بیاییم خط بعدی بنویسیم که توسط فلانی نوشته شده، خیلی راحت اینجا یک بی آر میدیم، یک تگ بی آری من اینجا قرار میدم، یا اینکه میتونیم اینا رو بذاریم تو تگ پی.
خب حالا یک رفرشی میزنیم، این فقط میفته پایینشون اصطلاحاً به این شکل. اینجا من developer tools رو میزنم، انتخاب میکنیم، ببینیم که اینا یک کلاسی باید داشته باشن، آواتار. ببینید اینجا کلاس آواتار. خب پس میایم اینجا مینویسیم که recent post کلاس های آواتار کلاس آواتار به سمت راست فلوت بشن، فلوت رایت یعنی شناور بشن در به سمت راست به این شکل. ببینید به این شکل در میاد. خب و در خط بعدی میخواییم بنویسیم که توسط کی بوده. یک تگ پی دیگه میسازیم، میتونیم تگ اسپند بسازیم، تگ اسپند بای، اینجا بنویسیم بای توسط، یا میتونیم فارسی بنویسیم اصلا توسط، بخشید یکی توسط. خب اینجا نام نویسنده رو میخواییم بنویسیم. خب واسه این مورد یک نگاهی میندازیم. ببینید اینجا نام نویسنده رو به ما نمیده. خب چیزی که ما دریافت میکنیم آتر نویسنده. خب واسه این کار خیلی راحت ما اینجا مینویسیم که داخل وردپرس میخواییم اصطلاحاً ببخشید من اینو یک تگ پی اچ پی باز میکنیم. اینجا خیلی راحت میاییم چی رو بهش میدیم، اکو از تابع get author name استفاده میکنم، فقط کافی آیدی پست رو بهش بدیم تا اون به ما آیدی نویسنده رو بهش بدیم تا اون نام رو به ما بده. ببینید get author name ذخیره میکنم، یک رفرشی من اینجا میزنم. خب ببینید توسط ادمین ما خیلی راحت میتونیم استفاده بکنیم، توسط ادمین. خب در تاریخ فلان مثلا و در ادامه اینجا در ادامهش میایم مینویسیم اسفند و در اون مینویسیم در تاریخ. خب خب حالا چجوری تاریخ رو میخواییم نشون بدیم؟ قبلا اینو گفتیم، اینجا اکو rp post date درسته؟ خب حالا ذخیره میکنیم دوباره. ببینید به این طریق ما میتونیم اصطلاحاً اون چیزایی رو که داریم لیست بکنیم. خب فقط در اینجا میایم تمام اینا رو میتونیم بذاریم توی تگ پی دیگه، اصطلاحاً این بی آر رو برداریم اینقدر پایین نرن به این شکل در میان و اینا رو میتونیم مثلا بذاریم داخل تگ پی. واسه اینکه کمی کدومون هم مرتب تر بشه میتونیم این رو بشکنیم تو چند خط، مشکلی نیست. HTML شکست خط رو با BR میفهمه نه با علامت کیبورد ما، به این شکل در میاد. خب و میتونیم که اصطلاحا پدینگ این تگای پی رو از بین ببریم به این شکل. پدینگ صفر بهش میدم، باشید مارجینشونه که مارجین دارن تگای پی نه پدینگ، بالا و پایینشون مارجین داره، میتونیم اونا رو از بین ببریم. خب به این شکل در میاد تقریبا، میبینید یک حالت نافرمی به خودش میگیره که ما این کار رو اصطلاحا نمی کنیم، مارجین تاپش رو از بین میبریم.
بشه. میتونید از تگ های دیو استفاده کنید به جای این کار، به جای که از پی ها استفاده کنیم که یه حالت ناجوری با خودش میگیره، تگ دیو میذاریم به این شکل. خب فقط واسه این که اون موقع به تگ های لی اصطلاحاً باید کلیر بوت رو بدیم که دو طرف رو اصطلاحاً چی بکنه، پاک بکنه که از این حالت خارج بشه، انقدر با هم دیگه نچسبن. حالا اینجا هدف ما خوشگل کردنش نیست، فقط گفتیم که میخواییم بگیم چجوری اطلاعات رو از دیتابیس میگیریم که حالا بخوایم تو ویجیتمون اصطلاحاً نمایشش بده. ببین به این طریق من پستایی رو که لازم بود و اصطلاحاً نمایش دادم. خب حالا اگه بخوایم موقعی که مصرف رو اینا به حالت خب باید یه جوری باشه مسکه میرهشون، کاربر بتونه کلیک کنه و اون پست بره. برای این کار ما میایم دقیقاً اینجا یک تگ آ میسازیم. من اینو میدمش پایین، یک تگ آ میسازم اشرفشو. خب اینجا می نویسیم get، بخشید اکو میدیم، اکو get پرمالینگ. با پرمالینگ ما میتونیم اصطلاحاً یک آدرس بگیریم. اگه آدرس چیزی بهش ندید، آدرس پست جاری رو، یعنی آدرس همین صفحه رو برمیگردونه. خب اگه چیزی اصطلاحاً بهش ندیم، آدرس همین صفحه رو برمیگردونه. من این تگ آ رو باید بذارم، این دیو رو باید بذاریم پایین. اولا اینجاست، بخشید اومد به این شکل و در اینجا هم تگ آ رو ببندیم. خب اینجا فقط کافیه که اصلا آیدی پست رو ما بهش بدیم، حتما این کار رو بکنید. آرپی و اینا آدرس صفحه جاری رو برمیگردونه. آیدی با حروف بزرگ هم نوشته میشه خیلی راحت. خب آیدی پست رو من الان اینجا بهش دادم، موسم رو میبرم روش. ببینید سلام دنیا، خیلی آدرس رو دقیق میاره، آدرس ها همه درستن. این هم از این، فقط تنها موردی که میمونه اینو ما باید اسکیپش بکنیم. به چه شکل؟ گفتیم که باید از تابعی استفاده کنیم به اسم اسکیپ، ESC ATTR، چون برای اتریبیوت هست باید اون کاراکترهای خاصی که ضرر دارن برای اتریبیوت، یعنی کد رو ناقص میکنن اصلا پاشن از بین بره. خب تا اینجای کار پس خیلی سریع من میگم، ما با تابع get post اون تعداد چیزایی رو که خواستیم دریافت کردیم از دیتابیس. فقط میمونه این که خب حالا ما میخواییم، گفتیم ریسنت ها یعنی اخیر، بر پایه تاریخ اینا باید به دست بیان. خب برای این که بر پایه تاریخ باشن چی کار میکنیم؟ میبینیم پایین اینجا مینویسیم order مرتب بکن بر چه پایه ای. خب برای این که این موضوع رو بفهمیم خیلی راحت میریم به همون اینجا. ببینید دو چیز داره، دو تا پارامتر داره، یکی اوردر هست که اسکندینگ یا دیسکندینگ، مثلا به قول معروف صعودی و نزولی. ما همون روی نزولی میخواییمش، اسمان دیسکندینگ یعنی از بزرگ به کوچک، این به این حالت. و اوردر بای مرتب شدن بر چه اساسی، order by. با order میگه مرتب سازی کن، مرتب سازی نسودی باشه یا نزولی. با DSC دسکندینگ که اینو نزولیش میکنیم. حالا order by فقط کافیه که تو همین پارامترهای تابعه get post برید پایین، تو همین باشه order by که توضیح داده بگردید چی رو گیر میارید. دقیقا گفته که مثلا برچه مبنایی باشه، مثلا random parent modify title، یا میتونه بر اساس post date باشه که اینو ما میتونیم اینجا اگه من بتونم دقیق واسهتون پیداش کنم، بگم تو WP query اینجا، حالا order by. خب order by اینجا حالا توضیح داده که گفته حالا تو جاهای دیگه ما date، آره از کلمه دیت استفاده شده. اونجا ما فقط کافیه بنویسیم دیت، بر اساس تاریخ انتشار اینا رو برامون مرتب کن.
نزولی باشه و بر اساس تاریخ، یعنی از بزرگ به کوچیک بیاد. خب حالا ما این رو یه بار دیگه رفرش میزنم. خب حالا به این شکل اومد. ما اینو میتونیم مثلا ESC بکنیم، اسکندینگ، و یک بار دیگه رفرش رو بزنیم. ببینید برعکس شد. خب اینو باید ESC بکنید در واقع، چون اینا آخرین پستایی هستند که منتشر شدن. نه سلام دنیا، اگه من برم صفحه اصلی میبینم که اونجا پست اصلی من اینها نیستن. من صفحه اصلی رو بخوام برم باید اینجا. خب ببینید به این شکل اومد. باشه باید دیسکندینگ باشه، متاسفانه من یه لحظه اشتباه کردم. خب به این شکل باشه. این آخرین پستی که اصلا منتشر شده، این باید بیفته اول. پس اون کدی که ما باید بنویسیم به این شکل در اومد. ما باید اردر رو بذاریم روی دیسکندینگ و اردر با هم بذاریم روی دیت. میتونیم 5 تا بگیریم، میتونیم 10 تا بگیریم، هر چند تایی که نیاز داره اینجا مینویسید. مثلا مینویسیم 10، مشکلی نیست. ما ببینیم در همین صفحه میتونیم رفرش کنیم نتیجه رو ببینیم. ببینید به این شکل خیلی راحت تا این پایین قرار گرفتن و این همون کدیه که ما میخوایم استفاده کنیم. بعد از اینکه با گیت پست اینا رو گرفتیم توی لوب قرارشون میدیم. با گیت آواتار میتونیم که آواتار نویسنده رو بگیریم و فقط باید آیدی نویسنده رو واسش بفرستیم که با تو خصوصیت پاست آتر شیء پستمون هست، اندازه تو پارامتر دوم قرار میگیره. برای گرفتن آدرس پست از گت پرمالینک استفاده میکنیم تا به گت پرمالینک. برای حتما باید پارامتر آیدی پست رو بهش بدیم وگرنه آدرس همون صفحه جاری رو برمیگردونه. پست تایتل داده پست تایتل یا به قول متغیر پست تایتل از شی پست عنوان پست رو برمیگردونه. گت آتر نیم، نام نویسنده رو میگیریم. برای پارامتر باید پست آتر رو براش ارسال بکنیم. باشید پست آتر رو باید براش ارسال بکنیم. من پشت سرم به پست میگم پست. و برای گرفتن تاریخ هم میتونیم از پست دیت استفاده بکنیم که به این شکل. فقط یک سوالی شده، یکی از بچه ها بپرسه که من نخوشت نخوام پستم به این شکل در بیاد، فقط بخوام توی سرقمی روز ماه سال دیده بشه. واسه اون حالت باید حتما خب از چی استفاده میکنیم؟ تابع دیت. تابع دیت پارامتر اولش فرمت هست، پارامتر دومش میشه اون دیتی که ما بخوایم. خب برای پارامتر اول من اینجا میگم ایگرگ سال، ام ماه و دی روز، میخوام به این شکل در بیاد. خب حالا رفرش رو میزنم. ببینید همه یه جور در میان. چرا؟ برای اینکه تابع دیت چی رو قبول میکنه؟ یکی اصطلاحاً دادهی به شکل داده های یونیکس که یه عدد هم به این شکل ببخشید یک عدده، یک عدد اینتجره. خب همه تو میدونید داده تایم یونیکس به این شکل. واسه اینکه بتونیم این رشته دیت رو به داده های ببخشید به تایم یونیکس تبدیل کنیم، باید از تابعی استفاده کنیم به اسم str2 date. البته این اینجا من یه لحظه بزرگ و کوچیکش یادم رفت. str to time ببخشید str to time و این اول اینو به رشته تبدیل میکنه و بعد ببخشید str to time اول این رشته پاست دیت رو به یک عدد تبدیل میکنه، به همون عددی که معادل زمان یونیکسیه، و بعد میدهش به این تابع که برای ما اون رو اصطلاحاً شکلی بکنه تا به این شکل در بیاد. ببینید و در تاریخ فلان 22/9/2016، 13/9/2016، 1/8/2016، 7/7/2016 و به این شکل برای ما لیست میشه. خب امیدوارم از این جلسه هم استفاده لازم برده باشه. جلسه بعدی این چیزی رو که اینجا نوشتیم تبدیلش میکنیم به یک ویجت.